کمپرسور اسکرو هیتاچی که مشاهده میکنید برای کارکرد با گاز فریونی R407 C طراحی شده و از اونجایی که مستقیما به موتور الکتریکی متصل شده دیگه نیازی به یک موتور الکتریکی خارجی نیست که تعداد قطعات داخلی رو کاهش میده مطابق با اختلاف فشار بین قسمت فشار بالا و قسمت ساکشن روغن به طور پیوسته به قطعات و پیستون اسلاید ولف فرستاده میشه این سیستم دیگه نیازی به پمپ روغن و مکانیزم های مشابه نداره جدا کننده روغن در داخل کمپرسور قرار داره بنابراین نیاز به لوله کشی های اضافی برای روغن نیست که باعث طراحی کامپکت و قابلیت اطمینان بالا شده هر کمپرسور شامل موتور الکتریکی شیربرقی برای کنترل پیوسته محافظ های دمایی جدا کننده روغن و ساید گلس و اسلاید وال و اسکروها و بولبرینگ هاست کنترل ظرفیت پیوسته با استفاده از تنظیم اسلاید والو امکان پذیره محل اسلاید والو بین 10 تا 100 درصد مطابق با بار سرمایی حرکت میکنه در زمان راه اندازی کمپرسور در حداقل اقل ظرفیت قرار داره و برقی یک برق دار میشه و به روغن اجازه عبور میده. حرکت پیستون در مقابل فشار ساکشن و حرکت اسلای ولد به سمت راست میشه. مطابق با دمای آب چیل در ست پوینت سه حالت امکان پذیر هستش. اگر دمای آب بالاتر از میزان تنظیمی باشه، کمپرسور ظرفیت خود رو افزایش میده و برای این کار از شیربرقی شماره سه استفاده میکنه تا اسلاید ولو به سمت چپ حرکت بکنه و میزان مبرد فشرده شده افزایش پیدا بکنه اگر دمای آب پایین تر از میزان تنظیمی باشه کمپرسور بایسی ظرفیت خود رو کاهش بده برای این کار شیربرقی دو باز میشه و به اسلاید ولو اجازه میده به سمت راست حرکت کنه و مسیر بایپس گاز باز بشه و میزان گاز فریونی فشرده شده کاهش پیدا بکنه اگر دمای آب نزدیک به دمای تنظیمی باشه تا مثبت منفی 5 درجه سانتیگراد تمام سلنوید ولف ها بسته میشن و اسلاید ولف در یک مکان باقی میمونه و ظرفیت ثابت باقی میمونه محل اسلاید ولف رو میتونیم به صورت پیوسته هم کنترل بکنیم برای مشاوره میتونید با کارشناسان فنی گروه مهندسی مهرسپن تماس بگیرید